با نزدیک شدن سالروز قیام شکوهمند آبان، صدای وحشت کارگزاران از شورش جوانان به گوش می رسد. مردم به راستی می پرسند چرا انقلاب کردیم؟ در چله دوم انقلاب جوانان مطالبه‌گر سوال دارند. خشم و نفرت مردم از پاسدار و آخوند و سایر مهره‌های حکومتی آنقدر علنی شده که امروز اگر ما مشکل داریم به مجلس به مسئولین در بیرون اهانت میشه مقصر خودمونیم. یک کارشناس حکومتی ضمن ابراز وحشت از استمرار آبان آتشین هشدار داد امروز فشارها بر مردم نسبت به سال گذشته پیش از کرونا یا حتی آبان ماه 98 بیشتر و در نتیجه نارضایتی ها هم افزایش پیدا کرده است. احتمال بروز واکنش از سوی مردم افزایش یافته. خدای نکرده علاج واقع را قبل از وقوع نکنیم، در سیاه چاله ای میفتیم که تا 150 سال نمیتونیم از اون نجات پیدا کنیم. روزنامه رسالت ضمن تاکید بر استمرار شورش آبان و در هراس از سلسله ای از شورش های خیابانی نوشت فتنه آبان 98 قرار نبود در همان نقطه خاموش شود، بلکه شروعی بود برای سلسله آشوب های گسترده تر. به نظر می رسد در آینده نزدیک نیز دشمنان در پی اجرایی کردن قطعاتی از توطئه باشند. در بسیاری از کانون های شورش و اعتراض افراد نشاندار و کادرهای تیمی حضور داشتند. دشمن از کوچکترین امکانات خود در جهت سرکوب اهداف انقلاب اسلامی دریغ نکرده و هر روز و هر لحظه به دست ایادی خود در داخل و خارج کشور به هر نحوی سعی در تضعیف ایران اسلامی داشته و دارد. این صدای رعشه و ناله جلاد و پاسدارانی است که بیش از 1500 جوان ایرانی را به خاک و خون کشیدند. آبان ادامه دارد. مرگ بر خامنه ای! کمزه!